اوف خسته شدم با یکم استراحت کنم. میخوای چیکار اینقدر درس میخونی؟ تا الان کجا لازمت شده؟ به حرفش گوش نده، واسه هدفت بخون. تلاش گوه خورده، پاشو برو بیرون، هوا عالیه، بچرخ، حال کن واسه خوده. هر کاری زمان خاص خودشو داره. آفرین، الان وقت قلیونه با یه چای دبش تو این هوای سرد. میگن زگهواره تا گور دانش به جوی، ثروت انسان به علمشه. ببین اگه پارتی نداشته باشی از کجا میخوای کار پیدا کنی؟ این همه آدم لیسانس فوق لیسانس ریخته تو شهر، همه بیکار. جواب بده دیگه، جواب بده. نه دیگه، خدای اینو راست میگه، اینو دیگه من تسلیم، حرفی ندارم. توف خدای راست میگه. خوش آمد. ای جانم، این پسر یه لحظه هم نمیتونه فراموشم کنه. چرا؟ چی شده مگه؟ استوری گذاشته طبیعت 4 عنصر دارد. در حال حاضر هوا سرد و خاک خیس است. این هوا رو خیلی دوست دارم. واه، چه ربطی داره؟ فهمیدنش خیلی آسونه. طبیعت چند تا عنصر داره؟ 4 تا. اسمشون چیه؟ آب، هوا، خاک، آتش. خب اینجا اسم دوتاشون آورده. میمونه دوتا دیگه. کدوما؟ آب، آتش. خب وقتی میگی آب و آتش به ذهنت چی میرسه؟ مثلا روشن خاموش کردن. روشن خاموش کردن چیو به ذهنت میاره؟ آتیش، آتش نشانی، آب پاش، اینطور چیزا. بیا خب این یعنی من از درون دارم میسوزم، دارم آتیش میگیرم. بیا خاموشم کن، بیا شعله درونمو خاموش کن، دلم برات تنگ شده. آی قورقورش برام من. آها ایول، اصلا از کجا به کجا رسید؟ یعنی من اصلا از این زاویه نگاه نکرده بودم. حلالت باشه واقعا. بذار استوریشو ریپلی کنم. آره حتما حتما، من اگه جای تو بودم زنگ میزدم بهش، شک نکن. عزیزم ما رسیدیم، ما بیاییم پایین. آه باش باش، خدافز. میان؟ آره گفت آرایش کنیم، 5 دقیقه دیگه میاییم. ما چرا نشستیم پشت؟ چه میدونم بابا، یه آهنگ بذار دلمون گرفت. از صدای این بدم میاد. باقی بانای باربان باقا نیجارم جلی. این دنده از جوش در اومده. زنگ بزنم علو قلیون یه دو سیب بیاره. آره زنگ بزن. مثلا همین بهنام بانی وقتی گل زد دیدی چکار کرد؟ اون ای کرد. دخترا، دخترا عزیزم چی شد نیومدین؟ آه دارین کفشتونو میپوشین؟ باشه بابا. منظور میگم ما لباس راحتی نیاوردیم، ولی شبم میموندیم همینجا. اینا تا بیان 2 ساعت میکشه. بگی بخواب بابا، بخواب. اگه ببینم عروس واسه من قیافه میگیره به دو قسمت مساوی تقسیمش میکنم. نه عروس خوبیه، عروس که چرس کنم دیگه دخترم حساب میشه. خیلی خانم سر به زیر، میدونی چی میگم؟ خدایی نکرده یه وقت به پروبال من بپیچه اونو جارت جرش میدم. یک کادوهای واسهش گرفتم، حالا ببینم قدرمو میدونه. حاجی انشالله به حق ابوالفضل آبزی عروسمون و داداشم خوشبخت بشن. عروس واسه خونه مثل آشپزخونه است، مهمونا تو پذیرای عروس تو آشپزخونه. حرف مامانمو گوش نکنه، خب منم حرف اونو گوش نمیکنم. عروس مثل جانونیه، هر چی بهش گفتی دهنش باید بسته بمونه. 4 تا اتانول بگیر، آب قاطیش کن بده. نه حاجی شیشا رو بذار واسه خودمون دیگه. شهین جون تو سالن ردیف اولو از پریشب خواهر شوهر اومدن رو سری گذاشتن، یه دونه هم جا نیست. گوشی رو تازه خریدم ها. به سلامتی. یه مبارک باشه. یه چیزی مدلش چطوره؟ نه شبیه گوشی اورجینال نیست اصلا. نه بابا همه چی داره اورجیناله. نه نه اورجینال نیست. باش من ساعت 10 باید برم ها. کجا؟ این هم خدمتیام، یه مهمونی گرفتم، منم دعوت کردم. خب تو نرو. نمیشه که، زشته، دعوتم کردم. خب پس منم میام، با هم بریم. باش تو رو نمیشناسن که، زشته. باش برو. باش. اصلا منم کار دارم، من حواسم نبود. باش برو، خوش بگذر. خدافظ. برو. شارژم تموم شد.
هومن 5 تومن داری بده من شارژ بگیرم داداشمی؟ نه نه من باید واسه خونه نون بگیرم. نون 500 تومنه دیگه. خیلی خوب 2 تومن بده. نه من میخوام 5 4 تا میخوام بگیرم. نمیتونم ندارم. داداش این منوی گوشی چرا اینجوریه؟ همشون اینجوریه دیگه، همشون اینجوریه. چرا فشار میدی اینو؟ بیا خرابش کردی. چیکار کردم من؟ ناکو خراب کردی دیگه. بیا چیکارش کردم؟ ببین ناکو آه دوربین باز نمیکنه. بیا یعنی بنداز بره دیگه، بنداز بره آشغال. نه 5 میلیون رفت. بیا عجب آدمی بابا، من کاری نکردم. دستم دیگه میگم دستم دیگه خراب کردی. سلام خدمت آقایون و خانمای شاخ اینستاگرام، کسایی که مثل خر تو پول گیر کردن و مثل دیوونه ها پول خرج میکنن. من خیلی لاکچری هستم. وقتی کفش میخرم تو خونه میپوشمشون، میرم جلوی آینه از خودم و اونا عکس میندازم میذارم تو اینستاگرام. از مغازه‌ها و فروشگاه های گران قیمت مثل پلاتیون، عطر، اتکلون و ساعت میخرم و ازشون عکس میگیرم و میذارم تو اینستاگرام. چرا؟ چون خیلی پول ندارن و میذارم که ببینم من خیلی پول دارم. پدر من خیلی ثروتمنده، کلی ماشین داریم، کلی امکانات داریم، خیلی گران قیمتن. عکس همشون رو میذارم، بعضیا ببینن که چه زندگی دارم. تو بیوگرافی پروفایلم نوشتم جاست گرلز، اما پیجم به روی کل مردم دنیا و آقایون بازه. میتونید عکسامو لایک کنید و برام کامنت بذارید. بعضی از پسرا میان رو عکسایی که اینجوری چک میندازم صورتم معلوم نیست کامنت میذارن خانم خیلی زیبا هستید، من که قیافه معلوم نیست، دیوانه، چرا اونجوری مینویسی؟ تو الاغی؟ اینجوری عکس انداختم یه چشم به زور معلومه این اومده. اصلا تو کی؟ تو کی هستی؟ تو چطور میتونی قیافه منو تشخیص بدی؟ کیتو؟ ها؟ تو کی باشی که بیای به من بگی که قیافت زیباست و اینطوری؟ من بابام جرئت نمیکنه به من این حرفو بزنه. تو خره کی باشی؟ هومن دیشب چرا ساعت 3 اومدی خونه؟ رفته بودیم با علی. صبر کن من و صرفم تمام نشده. بگو چرا دیشب ساعت 3 اومدی؟ خب میگم که ببین فقط جواب سوالمو بده. خب دارم. صبر کن دیشب تا ساعت 3 کجا بودی؟ من با علی رفتم. من ازت توضیح نخواستم. بگو دیشب تا ساعت 3 بیرون چیکار میکردی؟ خب من رفته بودم. یه دقیقه صبر کن هنوز حرفمو نزدم. آه چیه؟ چرا ساکتی؟ آخه نداره. تا ساعت 3 کجا بودی؟ خب میخوام واسه طرف من نپر، فقط سوالمو جواب بده. بابا دارم جواب. هنوز سوالم تمام نشده. دیشب تا ساعت 3 بیرون بودی. چرا؟ خب رفت. توضیح نده. فقط آره یا نه. گم شو برو تو اتاقت. یه آدم میدونه یکم درگیری و اینا داره دیگه. نه خرگوشم، اصلا به این چیزا فکر نکن. ببین من پشت سر من بیا غذا آماده است. باشه الان میام. تا هر جایی که بخوای بگی من هستم. واقعا اینو از سر دلم. من توی مزخرف. بله غذا حاضره ها. باشه اهل مزخرفات و اینطور حرفا نیستم، اهل دروغ نیستم. من واقعا بله بیا دیگه غذا سرد شد. خیلی خوب دیگه اومدم. نمیخوام عجله تصمیم بگیری، مثلا حالا فردا مثلا یه اتفاق میفته اومدی اکرام. خرگوشم من بعدم به زنگ میزنم. اومدم. کو غذا؟ صبر کن یه 5 دقیقه دیگه آماده میشه. الو ها چیه؟ نمیخوام جواب بدم. 7 دقیقه وایس میفرستم، وایس خوردن نچوارن آغزن من. 10 ثانیهش حرفیه که باید به من بزنی، بقیه شد دهنمو وا میکنی. یه دقیقهش داری آروغ میزنی، یه دقیقهش صدای هوا میاد، یه دقیقهش میگی جراب من کو این بو گرفته. برو خودت گوش کن ببین اصلا متوجه میشی چی داره میگی. ای زرت و زرتم داره پیام میدی، اصلا با یه جای دیگه داره صحبت میکنی. آره 10 15 ثانیهش حرفیه که باید به من بزنی، بقیه شد یا داری نفس میکشی یا ناخونتو میخوری یا چه میدونم دستتو کرده تو دماغت. اینا رو من باید بشنوم؟ نمیخوام آقا، نمیخوام. هر موقع کار داشتی زنگ بزن. مسخره کرده خودشو. یه دونه پرسیدم شب میای بیرون یا نه، 7 دقیقه توضیح داده، بگو نمیام دیگه.